بشر و عرصه زنان سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. سلام خدمت شما و مهمانان و بینندگان برنامه. سپاس که همراه ما هستید. اوین مصطفی زاده در آستانه دومی سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. فضای سیاسی موجود در داخل کشور رو با توجه به اینکه خانواده های دادخواه دارن واکنش نشون میدن، بیانیه های مشترک داره میاد بیرون، فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی منتشر شده، چطور ارزیابی میکنید؟ خب فضای سیاسی یعنی داخل ایران و خارج ایران هم میتونم بگم بعد از این خیزش انقلابی ژنژیان آزادی واقعا تغییر کرده و بهتر از هر کسی جمهوری اسلامی میدونه که دیگه اوضاع اون اوضاع قبلی نیست که بتونه تفرقه کنه، که بتونه سیاست های یعنی اصلاح طلبیشو پیش ببره، که بتونه روی سر مردم کلاه بذاره. ما میبینیم هم برای خود مردم و هم برای جمهوری اسلامی همه چیز تغییر کرده. مردم و زنان قدرت خودشون رو تو میدان تجربه کردن و آموختن که چه جوری وقتی دور هم جمع میشن به اون قدرت میرسن که میتونن مشروعیت کامل یک حکومت یعنی فاشیستی و تمامیت خواه و استبدادی مانند جمهوری اسلامی رو یعنی زیر پا بگذارن و اینو به دنیا هم نشون دادن. انقلاب زن زندگی آزادی اینو به دنیا نشون داده و اون فضای سیاسی که برای یک انقلاب لازمه، ما بعد از این خیزش انقلابی که مردم به خیابان ها اومدن و زنان اونو یعنی هم به اون مانیفیز رسیدیم و هم داریم در مبارزاتمون در زندگی روزانمون زنان و افراد جامعه اونو زندگی میکنن. یعنی این چیزی که بعد از انقلاب زن زندگی به وجود آمد به هم زندگی و هم مبارزه روزمره زنان و مردان و تمام جامعه یعنی ایران تبدیل شده و حکومت اینو خوب میدونه. به همین دلیل ما شاهدیم که بعد از اعتراضات به سرکوب کنترل شده و فزاینده‌ای در ابعاد و های مختلف دست زده و با هر چیزی برخورد میکنه. ما در حال حاضر شدیدترین برخوردها رو به با خانواده های جانباختگان توسط حکومت داریم که حتی در گذاشتن استوری شدیدترین تهدیدها و فشارها رو به خانواده ها میاره، چون میدونه این انقلاب ادامه داره، این انقلاب داره به اون پختگی و تکامل خودش میرسه تا به اون نقطه پایانی گذار از جمهوری اسلامی و استبداد اون حکومت ایدئولوژی و مذهبی پایان بده. و همونطور که گفتم حکومت اینو خوب میدونه و به همین دلیل فضای سیاسی ما توی یعنی وقایع مختلف، رویدادهای مختلف و جریانهای مختلفی که توی جامعه، توی انتخابات، توی مرگ رئیسی و توی تمام حرکتها یعنی دادخواهی، فراخوانها و ادامه مبارزه رو دیدیم و در ادامه هم میبینیم با وجود همه فشارها. به همین دلیل فضای سیاسی در اختیار مردم و زنان ایران قرار داره و این را هر چندم ادامه داشته باشه، اما فضا کاملا در دست اونهاست و اونها از این جمهوری اسلامی گذر کردن و دارن مسیر به پایان رسیدن این انقلاب و گذر از جمهوری اسلامی تا نقطه نهایی رو زندگی میکنن، مبارزه و ما میبینیم ادامه داره. خیلی متشکرم اوین، بر میگردم بهت، ولی اینجا میخوام یه اشاره هم داشته باشم به فراخوان فرهاد محمودی که در صفحه اکس خودش توییتر سابق نوشته که روز یک شنبه 25 شهریور 1403 همزمان با دومین سالگرد ژینا مهسا امینی استان کردستان اعلام آمادگی کردند و در اعتصاب کامل خواهند بود و اعتراض خود را نسبت به قتل ژینا امینی و هزاران مشکلات دیگری که بر تمام مردم ایران تحمیل شده است نشان خواهند داد. عکس مهسا ژینا امینی را هم ضمیمه کرده و نوشته در ادامه به عنوان یکی از اعضای خانواده های دادخواه که 3 روز بعد از قتل مهسا 28 شهریور 1401 جمهوری اسلامی برادرم فریدون محمودی را در سقز و در اعتراض به قتل مهسا برای اعتراض به خیابان رفته بود را کشت، امیدوارم که تمام شهرهای ایران هم از این اعتصابات حمایت کنند و همبستگی خود را نشان دهند. بله، فراخوان
اعتصابات در کردستان هست که فرهاد محمودی برادر دادخواه فریدون محمودی اون رو اعلام کرده. اما یک خبر دیگری هم هست که در اینستاگرام به اون نگاهی خواهیم انداخت، ولی بله در اینستاگرام، بله، میلاد محمدی برادر دادخواه شهریار محمدی امروز اعلام کرده که نیروهای امنیتی به منزل مادرم دای مینا در بوکان وحشیانه یورش بردند. مادرم تلفنش رو جواب نمیده و هیچ اطلاعی از او در دست نیست. مسئولیت جان مادرم با جمهوری اسلامی است. اینم تصویر دای مینا و زنده یاد شهریار محمدی. اوین مصطفی‌زاده، به نظر در این چند روز باقی مانده با توجه به فضای اعتراضی وسیعی که از یک طرف هست و از طرف دیگه تلاش حکومت برای افزایش فشارها، سرکوبها، بازداشتها و احضارها، و همین الان میبینیم که میلاد محمدی خبر داده از دای مینا خبری نیست، چه اقداماتی برای ایجاد یک موج اعتراضی وسیع علیه جمهوری اسلامی و پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی رو ضروری میدونید؟ بله دقیقاً همونطور که اشاره کردم، بیشترین فشار روی خانواده های جان باختگان هستش، چون اونا به دادخواهی در هر شرایطی و در تمام وقایع و رویدادهایی که توی طی 2 سال گذشته شاهدش بودیم ادامه دادن، و الان که با این برخورد های وحشیانه حتی در گذاشتن یک استوری مواجه هستند. با این وجود ما میدونیم هنوز هم دادخواهی و مقاومت این خانواده ها ادامه داده. به نظر من باید هزینه این برخورد های وحشیانه برای جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران باید به شدت بالا بره و ما از خانواده های دادخواه حمایت کنیم، چون اونها سردمدار دادخواهی و ادامه این انقلاب هستند، چون اونا عزیزشون رو از دست دادن، خون از دست دادن، و اینو، یعنی اهمیت اینو حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی میدونه. اگه ما هزینه این سرکوب ها و این برخورد های وحشیانه را برای جمهوری اسلامی یعنی بالا نبریم، من یعنی نتیجه خوبی از این نمی بینم. و به صورت کلی الان سرکوب که بسیار فزاینده هست در داخل کشور، همه اقدامات و به خصوص در مورد کردستان میتونم بگم فضا به شدت میلیتاریزه و امنیتی هست، از وجود لباس شخصی ها، نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوبی که به شهرها وارد شده، یعنی استقرار ایستهای بازرسی و یعنی هر روز زیاد شدن دوربین های مدار بسته ای که ما در کردستان شاهدش هستیم. ما به دیاسپورا فکر می کنم در حال حاضر خیلی نیاز داریم که اونا بیان و صدای چیزی که بر مردم ایران و کردستان داره میگذره و همچنین خانواده های دادخواه باشیم، چه در فضای مجازی، چه در میدان ها، در مقابل کنسولگری ها، در هر فضایی که توی خارج میدونن، و به حمایت از تمام یعنی داخلم ادامه بدن. چون یک دقیقه اگر میتونی پیامت رو رو به مردم کردستان و سراسر ایران به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی بدی، چه پیامی هست؟ یک دقیقه. خب پیام من اینه، نمیخوام، یعنی من هیچ وقت برای مردم پیام ندادم، ولی چیزی که میخوام بگم، مردم ما اینقدر به اون هوشیاری سیاسی و دادخواهی و مبارزاتی رسیدن که میدونن و میتونن که چی کار کنن. و چیزی که ما بیشتر روی یعنی خارج از ایران، من اونا رو مخاطب قرار میدم چون خودم هم اونجا هستم، اینه که به حمایت از مردم داخل بپردازیم و کنار اونها باشیم، کنار اون سرکوبهایی وجود داره، تا به اونها قوت قلب بدیم، چون واقعا اونا نشون دادن در تمام این 2 سال، در تمام رویدادها، که به اون هوشیاری سیاسی و انجام دادن اکت های مختلف در کنار هم، چه در فضای مجازی، از هر روشی، از هر امکانی استفاده کردن. پیام من بیشتر رو به دیاسپورا هست که از همه توانمون، چون توانمون بیشتر، استفاده کنیم که به مردم ایران و مبارزین قوت قلب بدیم. خیلی متشکرم اوین مصطفی‌زاده که همراه ما بودی در این برنامه پخش مستقیم.